شیلان میرزایی فعال حقوق بشر و فعال سیاسی از ازمیر ترکیه با ما همراه شدن. خانم میرزایی، با توجه به تصاویر و ویدیوهایی که به دست ما رسیده و برخی از اونها رو شما هم خودتون دیدین، میبینیم که زنان در شهرهای مختلف با نافرمانی مدنی مخالفت خودشون رو در برابر حجاب اجباری نشون میدن. چقدر این روند به نظرتون ادامهش حکومت رو خشمگین میکنه؟ با درود به شما و مردم دلیر ایران. خب ما دیدیم حتی در ایام عید و در نوروز امسال مردم در مکانهای باستانی یا در مکانهایی که برای سفر رفته بودن هم این نافرمانی مدنی رو انجام دادن. نافرمانی مدنی الان جزوی از اون شعار زن زندگی آزادی شده، شعاری که جمهوری اسلامی ازش ترسیده و خواسته های مردم در این شعار زن زندگی آزادی هم هست. رقصیدن، آواز خواندن در مکانهای عمومی یا اون کشف حجابی که جمهوری اسلامی اون رو ماها قبل هم اون خاکی ریز اول خودش گفته بود و خواسته بود که این حجاب رو در جامعه به عنوان یک مقاومت یا به عنوان یک خاکریز اول جمهوری اسلامی نگه دارن برای تداوم حیاتش. امروز ما میبینیم زنان با نافرمانی مدنی و اون چه که خواسته های به حقشونه برای رسیدن به آزادی استفاده میکنن ازش برای مقابله با جمهوری اسلامی و اعتراض علیه جمهوری اسلامی، برای کمترین و حداقلترین حقوق‌های آزادی زنان، برابری جنسیتی و خیلی از مسائلی که جمهوری اسلامی اون رو مقابل خودش می‌بینه. یکی از اونها شادیه که جمهوری اسلامی 44 سال اون رو از مردم گرفته و ما در اولین نوروز قیام مردم علیه جمهوری اسلامی دیدیم با شادیشون جمهوری اسلامی رو ترسوندن. قطعاً ادامه این چنین اعتراضات مدنی که جمهوری اسلامی اونها رو از مردم سالهاست دریغ کرده و اون رو به عنوان یک جرم برای یک فرد به حساب میاره یا اون رو یا مردمی که حجاب اجباری ندارن، زنانی که حجاب اجباری ندارن اونها رو از خدمات دولتی منع میکنه، میتونه تأثیر بسیار مستقیمی روی اون لرزش و اون سست کردن اصل بنیاد اسلامی در حکومت جمهوری اسلامی باشه. خب خانم میرزایی، میبینیم که تهدید و یا هم اقدامات و سختگیری های حکومت نتیجه نداده و ما همچنان شاهد ادامه اعتراضات مردم به ویژه زنان هم هستیم. فکر میکنی ادامه این اعتراضات و نافرمانی های مدنی زنان در سراسر کشور که این روزها ما شاهدش هستیم چه پیامی برای حکومت داره؟ خب ببینین، ادامه این اعتراضات و اینکه علاوه همون جوری هم که در تصاویر دیدیم زنهای با حجاب هم در کنار زنهای بی حجاب یا زنهایی که میرقصن، این ادامه و این پشتیبانی از طرف زنهای با حجاب هم وجود داره. همچنان که ما طی دیروز و پریروز هم دیدیم بسیاری از کسایی که محجبه هستن یا اسلامشون براشون اهمیت داره یا دینشون براشون اهمیت داره، از این خیزش و از این مردم دارن حفاظت میکنن. تو ترفندهای بسیار متفاوتی هم توی سطح شهرها شاهد بودیم که افرادی که گماشته جمهوری اسلامی هستن یا بسیجی هایی که هستن دارن نشون میدن با رفتارهایی که مثل آتش به اختیاران هست که به زنان تذکر حجاب میدن یا تذکر میدن که آواز نخونن یا در مکانهای عمومی با پوشش مناسب ظاهر بشن، نشون میده که زنان و مردان ما در مقابل جمهوری اسلامی که روش درست رو پیش گرفتن برای تنها چیزهایی که حق خودشونه، حق و حقوق و آزادی خودشون از جمهوری اسلامی سالهاست فکر اینها رو به مردم تحمیل کرده و علیهشون جرم‌انگاری کرده. فکر میکنم این، یعنی نظر شخصی منه، که مردم ایران با ادامه اعتراضات مدنی میتونن بخش بزرگی از اون بار اعتراضی و اون بار مقاومتی و اون انقلابی که میتونه ادامه داشته باشه با این جسارت پیش ببرن.